لغو پروازهای فرودگاه های ایران تا صبح دوشنبه رسانه های ایران به نقل از سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبر دادند پرواز همه فرودگاه های ایران از ساعت 9 امشب یکشنبه شنبه 15 مهرماه تا ساعت 6 صبح فردا 16 مهرماه لغو می شود. جعفر یازرلو محدودیت عملیاتی پیش آمده را علت لغو پروازها عنوان کرده و به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است. با این حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در خبر خود در این باره از لغو پروازهای تعدادی از فرودگاه های کشور خبر داده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران توضیح بیشتری درباره محدودیت عملیاتی و علت آن نداد اما در پی اظهارات ارتش اسرائیل درباره آماده شدن این کشور برای حمله تلافی جویانه به ایران به خاطر حمله موشکی سشنبه هفته گذشته جمهوری اسلامی به این کشور رسانه های ایران گزارش دادند فرزانه صادقی وزیر راه و شهرسازی نیز روز یکشنبه به صورت سرزده از مرکز کنترل فضای کشور بازدید کرد و از همانجا با رئیس جمهور ایران تماس تلفنی گرفت در ویدئویی که از تماس خانم صادقی با مسعود پزشکیان منتشر شده میگوید همکارانم با حد ها دارند بیشترین تلاش را میکنند خیالتان راحت نمیگذارند آب توی دل مردم تکان بخورد. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران نیز روز یک شنبه در میان نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل به بزرگترین پایانه نفتی ایران در جزیره خارک از این جزیره بازدید کرد. تا کنون گزارش های زیادی از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات ای نفتی و نظامی ایران منتشر شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی عامل حمله گسترده موشکی شامگاه سهشنبه به اسرائیل نیز تهدید کرده است در صورت حمله اسرائیل دوباره با حمله گسترده تر موشکی ایران مواجه خواهد شد. ایران بعد از حمله موشکی گسترده سهشنبه به اسرائیل نیز پروازها را تا صبح پنجشنبه لغو کرده بود. آقای یازرلو همان زمان گفته بود تمام پروازها با توجه به وضعیت منطقه و برای حفظ ایمنی تا صبح پنجشنبه باطل شدند. ساعتی پیش از اعلام خبر لغو پروازها در شامگاه یکشنبه خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران از قول یک منبع آگاه در نیروهای مسلح گفت که طرح پاسخ لازم به اقدام احتمالی اسرائیل کاملا آماده است و در صورتی که اسرائیل اقدامی کند تردیدی در عملیاتی شدن ضربه متقابل ایران وجود نخواهد داشت. این منبع آگاه که نام او ذکر نشده گفته است در طرح ایران چند نوع ضربه متقابل و مشخص وجود دارد که بسته به نوع اقدام اسرائیل درباره اجرایی شدن یک یا چند تا از آنها تصمیم گیری فوری خواهد شد.